شانزدهم جمادی و مصادف است با سال روز شهادت اندیشمند بزرگ و عالم مجاهد آیت الله سید حسن شیرازی علیه الرحمه 16 جمادی و سال روز شهادت آیت الله سید حسن شیرازی برادر مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو به دست عناصر حزب بحث عراق است شهید آیت الله سید حسن شیرازی در سال 1345 غمری در شهر مقدس نجف، چاش به جهان گشود و پس از تحصیل علم نزد اساتیدی چون پدرشان آیت الله العظما سید میرزا مهدی شیرازی برادر بزرگشان آیت الله العظما سید محمد شیرازی و آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی و آیت الله العظما شیخ محمد رضا مسجد شاهی اصفهانی به درجه اجتهاد رسید این مجتهد مجاهد فعالیت‌های بسیاری در زمینه ی مقابله با تفکر کمونیستی داشت که در آن زمان به کشورهای اسلامی خصوصا کشور عراق هجوم آورده بود و به همین خاطر توسط رژیم بحث عراق دستگیر و زندانی شد مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق شیرازی در قسمتی از خاطرات خود در این باره میگویند وقتی به ملاقات برادرم رفتیم هنگام ورود مأمور بحثی از من سوال کرد که هستی هنگامی که خود را معرفی کردم گفت برادر مزدور آمریکا وارد شدیم و منتظر ملاقات برادرم بودیم که ایشان را آوردند وقتی اخوی شهید آمدند در نگاه اول او را نشناختم و مرحوم والده نیز باورش نمیشد که او پسرش باشد چرا که وضعیت ظاهریش در اثر شکنجه تغییر کرده بود شهید بزرگوار پس از آزادی از زندان فعالیت‌های خود را گسترش داد که از آن جمله می‌توان به تأسیس و راهندازی چندین مسجد و مرکز استامی در کشورهای مختلف اسلامی و همچنین مدارس حوزوی که از مهمترین آنها میتوان به حوزه علمیه زینبی در دمشق و مدرسه امام مهدی عجلالات تعالی فرجا شریف در بیروت و لبنان اشاره کرد که همچنان در حال فعالیت و تربیت طلاب و علمای شیعی هستند. سرانجام آیت الله سید حسن شیرازی در تاریخ 16 جمادی و زمانی که قصد شرکت در مراسم یادبود شهید سید محمد باقر صدر در لبنان را داشت توسط دو نفر متصوار به ضرب گلوله به شهادت رسید به گفته خالد عبدالغفار منشی صدام صدام شخصا دستور ترور ایشان را داده بود آیت الله سید محمد شیرازی در مراسم این مجاهده خستگی ناپذیر گفته بودند این اولین شهید از خاندان شیرازی نیست و آخرین شهید هم نخواهد بود پیکر پاک آیت الله سید حسن شیرازی پس از انتقال به شهر مقدس قم و خواندن نماز توسط آیت الله مرعشی نجفی در حرم متحر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد